درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. انفجارهای همزمان در لبنان برای دومین روز پیاپی 5 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. منابع آگاه اسرائیلی از انتقال لشکر رزمی 98 از غزه به مرز شمالی با لبنان خبر دادند. یک کرد سنی برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران استاندار کردستان شد. شورای ملی مقاومت ایران از صدور احکام اعدام برای دو هوادار سازمان مجاهدین خلق خبر داد. 30 تابلوی ارزشمند موزه امام علی پنهانی به دبی منتقل شده است. روزنامه اعتماد در گزارشی از خشک شدن کامل دریاچه ارومیه بعد از آبگیری در بهار امسال خبر داد و عملیات معدنکاوی شهرداری مرددشت باعث تخریب گسترده کوه رحمت در تخت جمشید شده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 18 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 28 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. واکنش های بین المللی به انفجار روز سه‌شنبه پیجرهای گروه حزب الله لبنان در حالی ادامه دارد که بعد از ظهر چهارشنبه هم برخی از رسانه ها از وقوع مجدد انفجارهای مشابه در حومه بیروت خبر دادند. برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از وقوع انفجار در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز سه‌شنبه حکایت دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز چهارشنبه تعدادی از رادیوهای دستی اعضای گروه حزب الله منفجر شده است. این در حالی است که برخی رسانه‌ها دستگاه‌های منفجر شده را دستگاه‌های بی‌سیم معرفی می‌کنند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که موج جدید انفجارها در این کشور 5 کشته و 500 زخمی بر جای گذاشته است. از سوی دیگر در پی انفجارهای هماهنگ پیجرها در سراسر لبنان که افراد حزب الله را هدف قرار داده و اظهارات تند سران حزب الله و مقامات ایرانی، شرکت‌های هواپیمایی متعلق به گروه لوفتانزا و ایر فرانس روز سه‌شنبه اعلام کردند که به دلایل امنیتی پروازهای خود را به تل آویو، تهران و بیروت متوقف کردند. بامداد سه‌شنبه 27 شهریور ماه انفجارهای پیجرها در چندین منطقه لبنان کشته‌ها و زخمی‌های زیادی در میان اعضای گروه حزب الله شامل جنگجویان و امدادگران بر جای گذاشت. یک منبع ارشد امنیتی لبنانی و یک منبع دیگر به خبرگزاری رویترز گفتند که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد مواد منفجره را در داخل 5000 پیجر وارداتی توسط حزب الله لبنان با برند تایوانی ماه‌ها قبل از انفجارهای روز سه‌شنبه جاسازی کرده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که وزیر بهداشت لبنان ارائه کرده، در پی این انفجارها در روز سه‌شنبه 12 تن کشته و حدود 2800 تن زخمی شدند. به افزود که روی 460 تن از مجروحان عمل جراحی انجام شده که اکثر آنها به خاطر آسیب چشمی بوده است. وزیر بهداشت لبنان همچنین گفت که وضعیت سلامتی حدود 300 تن از مجروحان وخیم است. این عملیات باعث شده که سفیر ایران در بیروت هم زخمی شود. به نوشته خبرگزاری تسنیم، دستگاه پیجری که انفجار آن مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان را مجروح کرده متعلق به محافظ او بوده است. مقامات ایرانی خبرهای اولیه مبنی بر نابینا شدن مجتبی امانی را تکذیب کردند. گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه اسرائیل را مسئول این حمله دانست و وعده داد که اسرائیل را مجازات خواهد کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله قرار است که عصر پنجشنبه در مورد انفجارها سخنرانی داشته باشد. روز سه‌شنبه علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در ایران هم در واکنش به خبر انفجار پیجرهای حزب الله و مجروح شدن سفیر ایران در لبنان گفت که دولت باید هر چه سریعتر به اسرائیل پاسخ قاطع بدهد. بروجردی همچنین بدون ارائه مدرکی مدعی نقش شرکت آمریکایی موتورولا در این انفجارها و خواستار تحریم آن شرکت شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم
با وجودی که عامل حمله انفجاری با پیجرها در لبنان مشخص نشده، در واکنش به این رویداد گفت که او این حمله را مایه شرمساری کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکایی ها می‌داند. این در حالی است که ماتیو مولر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور از پیش نه اطلاعی و نه دخالتی در انفجار گسترده پیجرهای مورد استفاده حزب الله لبنان داشته و از ایران خواست که از این حادثه سوء استفاده نکند. با این حال مسعود پزشکیان این رویداد را به آمریکا نسبت داده و گفته است که به باور او این رخداد یک بار دیگر نشان داد که کشورهای غربی و آمریکایی ها در ظاهر ادعا می کنند که به دنبال برقراری آتش بس هستند. همزمان با دومین سالگرد اعتراضات سراسری سال 1401 ایران که در سرکوب حکومتی آن چشمان صدها معترض آسیب دید و پزشکان داوطلب برای درمان آنان کشته، مجروح و یا بازداشت شدند، جمهوری اسلامی میگوید که با اعزام پزشکان داوطلب و جراحان چشم هلال احمر به مداوای زخمی شدگان حادثه انفجار پیجر نیروهای حزب الله لبنان پرداخته است. به گفته وزیر بهداشت لبنان، کمک‌های پزشکی از عراق، جمهوری اسلامی ایران، مصر، ترکیه و اردن وارد لبنان شده و شماری از زخمی شدگان هم به سوریه و ایران انتقال یافتند. اعزام پزشکان و متخصصان هلال احمر برای درمان زخمی‌های حزب الله لبنان در حالی است که پزشکانی که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 به طور داوطلبانه به مداوای معترضان آسیب دیده پرداختند، مورد غضب حکومت ایران قرار گرفتند و شماری از آنها کشته، زخمی و بازداشت شدند. آیلار حقی، دانشجوی پزشکی، یکی از اعضای کادر درمان کشته شده در جریان این اعتراضات بود که با شلیک مستقیم گلوله نیروهای جمهوری اسلامی از پشت سر کشته شد. لشکر 98 ارتش اسرائیل در پی انفجار هزاران دستگاه پیجر در لبنان در مرز شمال اسرائیل مستقر شد. به نوشته وبسایت تایمز اسرائیل، نیروهای این لشکر به لشکر 36 تحت فرماندهی منطقه شمال اسرائیل ملحق خواهند شد. لشکر 98 که شمار نیروهایش بین 10,000 تا 20,000 سرباز است، در اواخر ماه آگوست سال جاری میلادی از خان یونس در جنوب غزه خارج شد. تایمز اسرائیل اشاره کرد که استقرار این لشکر در مرز شمالی در شرایطی انجام شده که نگرانی از درگیری گسترده تر در لبنان وجود دارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، از سه‌شنبه در دیدار با سرگئی شوگو، دبیر شورای امنیت روسیه، گفت که تعمیق و تقویت روابط و همکاری‌ها میان ایران و روسیه باعث کاهش اثربخشی تحریم‌ها و اقدامات ناعادلانه علیه دو کشور می‌شود. پزشکیان با تاکید بر آنکه در دولت چهاردهم سطح روابط بین دو کشور ارتقا خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد که در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حاشیه اجلاس سران بریکس در قازان، همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور گسترش یابد. در همین حال، خبرگزاری اوکراینی نیوز روز چهارشنبه با انتشار خبر سفر مجدد شوگو به ایران در دو ماه گذشته، آن را به درخواست برای ارسال سلاح‌های بیشتری به روسیه مرتبط دانسته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، از انتصاب آرش زرهتن از جوانان اهل تسنن به عنوان استاندار کردستان خبر داد. به این ترتیب وی اولین استاندار سنی و کرد در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران است که در بالاترین مقام اجرایی این استان قرار می‌گیرد. آقای زرهتن 49 ساله است و در شهر پابه به دنیا آمده است. گفته می‌شود که دکترای اقتصاد بین‌الملل دارد و در 11 دور مجلس شورای اسلامی نماینده بوده است. شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه خبر داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به نامهای بهروز احسانی و مهدی حسنی را به اعدام محکوم کرده است. این شورا گفت که این حکم که به وکیل این دو زندانی سیاسی ابلاغ شده توسط قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. این گزارش حاکی است که بهروز احسانی و مهدی حسنی به اتهام بغی، محاربه و افساد فی‌الارض، عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند.
کنندگان اشمان در این لحظه توجه شما را به پنگ های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران، از زندان اوین آزاد شد. یک منبع آگاه گفت که خانم هاشمی امروز به دفتر زندان احضار و به او گفته شد که مشمول عفو مشروط شده و آزاد است. این منبع گفت که او با این آزادی مخالفت کرده و قصد برگشتن به بند را داشت که ممانعت کردند. به او حتی اجازه برگشتن به بند و خداحافظی با همبندی‌هایش داده نشده و گفتند کسی را برای جمع‌آوری وسایلش و تحویل به بند می‌فرستند. پیش از این بارها از خانم هاشمی خواسته شده بود که با امضای تعهد آزادی مشروط را بپذیرد که او مخالفت کرده بود. گزارش هایی حاکیست که 30 تابلوی ارزشمند هنرمندان ایرانی از موزه امام علی زیر نظر شهرداری تهران به صورت پنهانی به دبی برده شدند. روزنامه سازندگی روز چهارشنبه با بیان اینکه آنچه از موزه خارج شده ارزش مادی و معنوی بسیاری دارد، نوشت بر اساس اطلاعات سایت نمایشگاه هنر معاصر دبی، از 30 تابلو 14 اثر در این شهر به فروش رفته است. این روزنامه در ادامه نوشت که اطلاعاتی از 16 اثر دیگر در دست نیست. سازندگی همچنین نوشت اوایل امسال یکی از مدیران شهرداری تهران که نام او در دفتر روزنامه ثبت و محفوظ است، با امضای خود مجوز خروج این آثار را صادر کرده است. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با اشاره به ارزش مادی و معنوی این تابلوها گفت قیمت تنها یکی از تابلوهای خارج شده 30 میلیارد تومان است. روزنامه اعتماد در گزارشی از خشک شدن کامل دریاچه ارومیه بعد از آبگیری در بهار امسال خبر داد. این پدیده نه تنها بحران زیست محیطی منطقه را تشدید می کند، بلکه سلامت حدود 5 میلیون تن از ساکنان نواحی اطراف این دریاچه را با خطر جدی مواجه کرده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، دریاچه ارومیه که در بهار و زمستان گذشته به صورت فصلی و با حدود 1 میلیارد متر مکعب آب آبگیری شده بود، در شهریور سال جاری کاملا خشک شده است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان روز گذشته مسعود پزشکیان مبنی بر برادری ایران و آمریکا گفت جمهوری اسلامی می تواند برادری خود با آمریکا را با نیت و رفتارش ثابت کند. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران گفت ما با آمریکایی ها برادریم و آنها باید دشمنی با ایران را خاتمه بدهند و آمریکایی ها باید حسن نیت خود را در عمل نشان بدهند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با بیان اینکه این برادری باید در عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده شود نه در گفتار آنها، تصریح کرد اگر آنها می‌خواهند برادریشان با آمریکا یا دیگر کشورهای جهان را نشان بدهند، باید حمایت از گروه‌های تروریستی را متوقف کنند
فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کنند و از انتقال موشک به روسیه خودداری و حقوق بشر را هم رعایت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به خبرنگار صدای آمریکا که پرسید جمهوری اسلامی چه باید بکند تا دولت بایدن حاضر به مذاکره در مورد برنامه اتمی شود، خاطر نشان کرد که آنها اول از همه قبل از صحبت از توافق باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور هفته گذشته طی سفر خود به کیف در جریان جزئیات طرح اوکراین برای باردار ساختن روسیه به پایان جنگ قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای نخستین بار ماه گذشته از طرح پیروزی سخن گفت و عنوان کرد که قصد دارد درباره آن با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. انتظار می‌رود که زلنسکی این طرح را هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به بایدن ارائه کند. روز سه‌شنبه لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن این طرح را ملاحظه کرده. وی اظهار داشت که نظر ما حاوی یک استراتژی و یک برنامه قابل اجراست. حضور لورا لومر از نظریه پردازان راست افراطی که مبلغ نظریه های توته است در کنار دونالد ترامپ در مسیر کارزار انتخاباتی اخیر او به سوالاتی دامن زده است. برخی جمهوری خواهان درباره تأثیر احتمالی این نامزد جنجالی سابق کنگره بر ترامپ ابراز نگرانی کردند. لومر به خاطر اظهارات ضد مسلمانان و ترویج نظریه‌های توطئه شهرت دارد، از جمله اینکه حملات 11 سپتامبر کار خودی‌ها بوده که توسط دولت آمریکا به اجرا درآمده است. به اخیراً در مراسم یادبود حملات 11 سپتامبر به ترامپ پیوست که باعث تعجب و خشم برخی رسانه‌های آمریکایی شد. پیشتر این زن 31 ساله برای مناظره ریاست جمهوری در فیلادلفیا سوار بر هواپیمای ترامپ به این شهر سفر کرد. شاید به یادماندنی ترین لحظه آن مناظره زمانی بوده که ترامپ ادعای بی اساس را تکرار کرد مبنی بر اینکه مهاجران غیرقانونی از هایتی در یک شهر کوچک در ایالت اوهایو حیوانات خانگی مردم را می‌خورند. مقامات شهر بعداً گفتند که هیچ گزارش معتبری مبنی بر وقوع این اتفاق وجود ندارد. ترامپ گفت که این ادعا را از تلویزیون شنیده، اما این نظریه فقط یک روز قبل از مناظره توسط لورا لومر مطرح شده بود. سطح دسترسی لومر به ترامپ مشخص نیست، اما یار انتخاباتی او جی دی ونس هم این نظریه بی اساس را تکرار کرده است. به همین دلیل به دلیل همین مطلب لومر در ایکس و حضورش در فیلادلفیا باعث شده که برخی از جمهوری خواهان او را مسئول ادعای بیپایه ترامپ در مناظره بدانند. یک منبع ناشناس نزدیک به کمپین ترامپ به رسانه آمریکایی سمافور گفت که آنها 100% نگران نزدیکی لومر به ترامپ هستند. یک برنامه نویس کارکشته 32 ساله رایانه به زن طراحی پیام‌رسان رمزگذاری شده ای که مجرمان در سراسر جهان برای مدیریت قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا قتل از آن استفاده می‌کنند، در استرالیا بازداشت شد. نیروهای امنیتی استرالیا روز چهارشنبه اعلام کردند که دستگیری این فرد نتیجه همکاری پلیس در 9 کشور دیگر بوده است. پلیس فدرال استرالیا در بیانیه اعلام کرد که این برنامه کاربردی با نام گوست یا شبح که نوعی نرم‌افزار وب‌نوشت رمزگذاری شده است و بنا به ادعای طراح آن قابل هک کردن نیست، توسط صدها مجرم و تبهکار در اروپا، خاورمیانه و آسیا مورد استفاده قرار گرفته است. این فرد مظنون که نامی از بی برده نشده در خانه والدینش در ایالت نیو ساوت ولز زندگی می‌کرد و تا پیش از دستگیری سابقه کیفری نداشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی به ارتکاب 5 جرم متهم شده که مجازات سنگین‌ترین آنها تحمل 10 سال زندان است. برنامه گوش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا،
از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. رسانه‌های ایران خبر می‌دهند که عملیات معدنکاوی شهرداری مرددشت باعث تخریب گسترده کوه رحمت در تخت جمشید که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد شده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد که معدن سنگ شکن متعلق به شهرداری مرددشت با وجود صدور حکم قضایی برای توقف فعالیت در سال 1394 همچنان با فعالیت بیشتر به کار خود در این محوطه باستانی ادامه می دهد. بر پایه این گزارش، مسئولان میراث فرهنگی استان فارس هم اقدامی برای جلوگیری از تخریب این بخش مهم از میراث تخت جمشید که دارای آثاری از دوره هخامنشی، ساسانی و اسلامی است انجام ندادند. خبرگزاری ایلنا در اهمیت این کوه نوشته است که داریوش هخامنشی تخت جمشید را به دلیل تقدس کوه مهر، معروف به کوه رحمت، بر دامنه آن احداث کرد. در زمان ساسانیان هم تاجگذاری شاهنشاهان در این کوه انجام می شد. خبرگزاری فرانسه دو روز پیش در گزارشی از ایران خبر داد که گلسنگ ها آرام آرام در حال از بین بردن بقایای بنای باستانی تخت جمشید هستند و تا کنون هم تعدادی از نقوش برجسته آن از بین رفته است. محققان اسپانیایی با بررسی بقایای کودکی ما قبل تاریخ که در غاری در والنسیا داغ در شرق اسپانیا کشف شده به این نتیجه رسیدند که ناندرتال‌ها افزون بر حس هم نوع دوستی از آگاهی لازم برای اعمال مراقبت‌های لازم از افراد مبتلا به نشانگان داون برخوردار بودند. با بررسی گوش داخلی بود که محققان به کشف غیرمنتظره‌ای دست یافتند. اسکلت یک کودک ناندرتال که بین 146 تا 272 هزار سال پیش زندگی می‌کرد برای اولین بار علائم آشکاری را از ناهنجاری ژنتیکی سندرم داون در یک انسان ما قبل تاریخ نشان می‌داد. اما جای تعجب داشت که این کودک که در زمان مرگ 6 سال داشت چگونه توانسته بود تا آن سن زنده بماند. یک درین مردم شناس در دانشگاه آلکالا واقع در اسپانیا به عنوان نویسنده اصلی مقاله علمی توضیح داد که با توجه به وضعیت گوش داخلی این کودک وی از علائم بسیار ناتوان کننده از جمله ناشنوایی تقریبا کامل، سرگیجه های شدید و ناتوانی در حفظ تعادل رنج می برده است. به ادامه داد که زنده ماندن این کودک نشان می دهد که او توسط مادرش رها نشده و مراقبت های لازم از او صورت گرفته است. به همچنین خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط ویژه این کودک مراقبت کافی از او تنها از عهده مادرش بر نمی آمده و قطعا افراد دیگری او را در این کار یاری کردند، وگرنه زنده ماندن این کودک تا 6 سالگی ممکن نمی شد. بینندگان عزیز، به پایان
بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.